روزتون بخیر. خوش اومدید به کانال خودتون. دکتر ربیعی هستم و امروز اطلاعاتی رو در مورد آنتی هیستامین سیپروهپلین با شما به اشتراک میذارم. هیستامین نوعی ماده شیمیایی که توسط سیستم ایمنی بدن ساخته میشه و ممکنه باعث عطسه، التهاب یا خارش بشه. آنتی هیستامین ها هم داروهایی هستن که علائم آلرژی رو کاهش میدن. سیپروهپلین که با نام تجاری سیپراکتین شناخته میشه جزء دسته ای از داروهای آنتی هیستامینیه که برای درمان آلرژی ناشی از تب گنجه، کهیر، کهیرهای غول‌آسا و کهیرهای ناشی از سرما مصرف میشه. البته که این دارو علاوه بر گیرنده های هیستامینی روی گیرنده های سروتونین هم تأثیر میذاره و اونها رو مسدود میکنه. به همین دلیل در درمان سندرم سروتونین، اختلال عملکرد جنسی ناشی از سروتونین، سردردهای میگرنی و افزایش اشتها هم استفاده میشه. سیپروهپلین یک داروی اشتهاآور قویه، به همین دلیل در دسته داروهای چاق کننده هم قرار میگیره. جمله مواردی که میشه از داروی سیپروهپلین استفاده کرد میشه برونیت آلرژیک، واکنش های حساسیتی مثل آبریزش بینی، خارش، گرفتگی بینی، اشک چشم، عطسه، کهیر و خارش، واکنش های آلرژیک به خون یا پلاسما، درمان کمکی برای واکنش های آنافیلاکتیک، پیشگیری از میگرن، کمک به افزایش اشتها، اختلال عملکرد جنسی به دلیل مصرف مواد مخدر و سندرم سروتونین اشاره کرد. داروی سیپروهپلین به دو شکل قرص‌های 4 میلی گرم و شربت‌های 2 میلی گرم در 5 میلی در داروخانه‌های کشور موجوده. مقدار معمول مصرف این دارو در بزرگسالان در درمان آلرژی یک عدد از این دارو 3 یا 4 بار در روزه و حداکثر دوز مصرف این دارو 32 میلی گرم در طول روزه. در سردردهای میگرنی یک عدد قرص 4 میلی گرمی این دارو مصرف میشه و در صورت نیاز بعد از نیم ساعت تکرار دوز میشه و درمان نگهدارنده اون هر 4 یا 6 ساعت یک باره. شما میتونید این دارو همراه یا بدون غذا مصرف بکنید. اگر از شربت سیپروهپلین استفاده میکنید دوز مناسب اون رو حتما با قاشق مخصوص اندازه گیری کنید. در زمان مصرف این دارو از فعالیت هایی که نیاز به هوشیاری بالا داره مثل رانندگی یا کار با ماشین آلات سنگین خودداری کنید. مصرف داروی سیپروهپلین در کودکان زیر 2 سال هرگز توصیه نمیشه. بهتره که از داروی سیپروهپلین در دراز مدت استفاده نشه چون باعث سردرد، تحریک پذیری و افزایش اشتهای کاذب میشه. از عوارض جانبی این دارو میشه به خواب‌آلودگی، افزایش اشتها، افزایش وزن، سرگیجه، تاری دید، یبوست و خشکی دهان اشاره کرد. یکی از داروها ممکنه با داروی سیپروهپلین تداخل دارویی داشته باشن. داروهای مخدر، داروهای آنتیکولینرژیک مثل هیوسین، داروهای خواب‌آور، داروهای ضد استراب مثل آلپرازولام، لورازپام و زولپیدم و سایر آنتی هیستامین هایی مثل سیتریزین و دیفنهیدرامین. داروی سیپروهپلین در گروه بی بارداری قرار میگیره و مصرف اون حتما باید تحت نظارت پزشک انجام بشه. این دارو در شیر مادر ترشح میشه و مصرف اون در دوران شیردهی توصیه نمیشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اینجا براتون یک ویدیوی پیشنهادی گذاشتم که با کلیک کردن بر روی اون میتونید اون رو تماشا بکنید و اگه سوالی در مورد این دارو یا داروهای دیگه داشتید اینجا کامنت بکنید، من در اسرع وقت بهش پاسخ میدم.